درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه. امروز در رابطه با جلال پیشوایان، متاسفانه اخیراً از دنیا رفت، جامعه هنری ایران رو عزادار کرد. جلال پیشوایان هنرپیشه منفی شناخته می شد، یعنی نقش‌های منفی رو بازی می کرد و به قول معروف و قول سینمایی ها ضد قهرمان بود که برای تمام دورانی که بازیگری کرد نقش‌های منفی رو عهده‌دار بود و نقش‌های منفی رو هم خوب اجرا می کرد. مرگ جلال پیشوایان که در 91 سالگی دور از وطن صورت گرفت و این نمیتواند چهره فراموش نشدنی او را در سینمای قبل از انقلاب مخدوش کند. او بدون تردید یکی از ماندگارهای سینمای ایران در قبل از انقلاب. فیلم‌های سینمایی پیشوایان به گونه های مختلفی بود، هم در سینمای موج نو کارهایی رو انجام داد و هم در فیلم های مردمی و فیلم های فارسی قبل از انقلاب. کار و شیوه او دور از ذهن و متفاوت با همسن و سالانش بود، با نقش آفرینی در قالب خبیث‌ترین انسان‌هایی که او نقش‌هاشون رو بازی می‌کرد و در برابر قهرمان‌ها که اغلب انسان‌های خوش‌طینت و مثبت بودند او جلوشون بازی می‌کرد. ولی بازی خوب ماندگارش در دل‌های مردم جا باز کرد. نقش‌های هولناک، تراژدی‌های خونباری رو در فیلم‌ها رقم زد. جلال پیشوایان مانند دیگر بازیگران همدوری خودش در نقش‌های منفی از ورزش به سینما آمد. کسانی مثل فردین هم از ورزش به سینما آمد، ورزش کشتی، و بیکمان وردی هم از کشتی کج وارد سینما شد و جلال هم مثل اونها از ورزش وارد سینما شد. یعنی سال 39 یا 38 اون شروع به کار کرد و حدود 10 سالی قبل از اینکه سینمای موج نو ایران راه بیفته کار بازی رو با فیلمی از فردین بازی کرد. ولی نقطه عطف اون با خداحافظ تهران به کارگردانی ساموئل خاچیکیان محصول سال 45 به عنوان فیلمی جدی و فیلمی تقریبا کارش بهتر از قبل بود شروع به کار کرد و در اون فیلم خداحافظ تهران مسعود کیمیایی دستیار کارگردان بود و او بود که چند سال بعد با سپردن یکی از نقش‌های برادران آب منگل در فیلم قیصر نقش پررنگی در شکلگیری شخصیت سینمایی جلال پیشوایان با وجود آورد و اون با اون نقش تونست خودش رو مطرح کنه. جلال پیشوایان در فیلم قیصر که فیلمی تقریبا از سینمای موج نو بود تونست خودش رو نشون بده. در اون سالها فیلم گاو هم که داروش مهرجویی کارگردانش بود و آغازگر سینمای موج نو اون فیلم رو میدانند، اما سابقه جلال پیشوایان با افزایش تولیدهای فیلمهایی از این جریان متفاوت سینما که واکنش فیلمسازان اهل علم و ادب و فیلمسازان تحصیل کرده اون دوران در مقابل سینمای تجاری که می گفتن سینمای فیلمهای فارسی با هم در جدل بودن و با هم رقابت می کردن. البته فیلم های فارسی فروش خوبی داشت، موضوعات خیلی ساده و عام پسند بود که مردم رو می تونست به سینماها بکشانه و برای همین هم فیلم ها فروش می کرد. ولی کارگردان هایی که فیلم های موج نو می ساختن مثل امیر نادری، ناصر تقوایی، فریدون گله، کامران شیلده، رضا میلوهی، پرویز صیاد، علی حاتمی، اینا کسانی بودند که تجربه فیلم‌های موج نو رو داشتند. به سبک خاصی که داشتن که اسمشو گذاشته بودن سینمای موج نو، برای افراد تحصیل کرده، دانشجویان، کسانی که دوست داشتن سینمای با محتوا، سینمایی که حرفی برای گفتن داشته باشه، در اون طیف قرار داشتن. جلال هم در این فیلم‌هایی که خدمتتون گفتم در سینمای موج نو هم نقشایی رو بازی کرد و هم در فیلم‌های سینمایی فارسی و هر دو گروه رو تجربه کرده بود.
به هر حال این هنرپیشه خوب از دنیا رفت. حالا در یک مصاحبه‌ای که جلال پیشوایان داشته که در سالهای قبل مصاحبه باش کردند رو براتون میذارم، به صحبت‌های این شخصیت دوست داشتنی که همیشه انسان خبیثی در فیلم‌ها بود، در حالی که خودش یک انسان بسیار مهربان و خیلی انسان دوست و خیلی خوب بود. حالا به صحبت‌های جلال پیشوایان که در یک تلویزیونی که در آلمان هست مصاحبه کرده، صحبت‌های دلنشین رو انجام داده. گوش کنید. خدمت بینندگان عزیز، همونطور که قول دادم و بارها شما دوستان از من خواسته بودید که آقای پیشوایان بیارم، این برای دوستانی که تازه به ما ملحق شدن، در کنار آقای پیشوایان داریم. صحبتی داشتن ایشون میکردن در مورد آلمان بود. آقای پیشوایان من ببخشید صحبتتون نصف گذاشتم، این توضیح بفرمایید. من خواهش می‌کنم، من یادم نیست در مورد چی بود، یه لحظه گفتید که در آلمان بودیم که بله استودیو هامبورگ، بودیم، عکسای منو دیدن و فیلمای منو دیدن، بوده فیلمای خیلی خوششون اومد، جمع شدن کارگردان نای زنگ زدن اومدن تهیه اکثر میدونن بودن عالیه و فلان اینا. بعدن شرکتش یه کارگردان بودش به نام اسم یادم رفتش که با هارد کوریر چند فیلم کار کرده، واسه با من خیلی خوشرو صحبت کرد، ما هم نگاه میکرد زبون نمیدونستم، صحبت کرد اینا و بعدن تو مکس کردی من جواب بدم، دخترم جواب داد نه بذار خودش صحبت کنه. گفتم که من بلد نیستم، تازه چهار روز پنج روز بودم، گفت متاسفم، خواهش کرد ازم، گفت حتما شما روزو بیاید اینجا، این بچه ها هستن اینجا، باشون پراتیک بکنید، صحبت بکنید و یادی ما نیاز به شما داریم. حتما خیلی احترام متوجه کوتاهی کردم دیگه، تا دیدم تهران و ارسلان رضا و تل و فیلم اینجا بازی کردم ول کردم شما بودم زنده باش. آقای پیشوایان اینجا یه سری من عکساتون انتخاب کردم رو میز ریختم که یه صحبتی داشتیم در مورد عکس و فیلماتون. مثلا یکی از این عکساتون خیلی جالب، اگه شما اشکال نشه شما میکروفون دستتون باشه من نشون بدم. در مورد این عکس تو شما توضیح بفرمایید. این عکس سر فیلم شاهرگ بود، تقریبا 8 9 سال پیش بود که البته پشت صحنه است. بله. عکس جلوی صحنه نیست، پشت صحنه است که گرفتیم. مثلا این فیلم دیگه تون نمیدونم در مورد بله. این فیلم قارتگران مال آقای متوسلانی، محمد متوسلانی، خیلی فیلم موفقی هم بودش، سریال بود 16 قسمت بود. بله. نقش اولش من بازی می‌کردم. زنده باشید. مثلا این فیلم دیگه اینجا داریم در کنار آقای قریبیان. بله، آقای فرزاری. این فیلم تجارت بود که با این فیلم من اومدم ایران. یعنی تا قبل از این 10 سال اونجا بودم و ایران نمی‌خواستم بیام، به دلیل اینکه اینجا ممنوع کار شده بودم. بله. رفته بودم. چی شد که از ممنوع کاری در اومدید؟ خب آقای کیمیه جو محبت کردن و رفتن و توضیحاتی دادن و خواستن ما رو در اصلاحات از ممنوعیت در اومد. آقای پیشبایان بودیدن چند سال شما ممنوع کار بودید؟ چند سال که من اینجا یک سال یه سال دو سال که ممنوع کار بودم رفتم. آلمان رفتم. بله، شاید مثلا میموندم بلافاصله اجازه کار میگرفتم. دیگه نمیدونم. من فکر کنم به میسازی دیگه نمیدن که 10 سال اونجا موندم تا فیلم تجارت رو با تجارت برگشتم. بله. الان یه فیلم دیگه هم باز اینجا تکرار بله این همون همین تجارته. چقدر این قشنگه. این همون فیلم تجارت. در هامبورگ برگشت شده. این اخیر کلن بود. بله. 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 تصویره خیلی قشنگیه. بله. چم این فیلم برداری در اونجا چقدر طول کشید؟ این تقریبا در حدود 2 ماه طول کشید. یه ماه و نیم طول کشید. و فیلم پرخرجی هم بودش. یه فیلم داری عکس اینجا هست در کنار آقای سعید راه. بله این مال فیلم سالومه است. فیلم بسیار خوبی بود، توی اینم جایزه منتقدین بردم. باری کرده. بله. اینجا چه نقشی رو داشتید آقای دوست؟ دو نفر دوست بودیم که اختلاف میفته بینمون. اینم یه عکس همونه، اینم مال سالومه است. بله. ببینید بینندگان عزیز، بله اینم هم سالومه است. خیلی قشنگه. خیلی مال چه سالی بود فرمودید؟ مال زمان در روی پیگمان 6-7 سال قبل از انقلاب بود. قبل بله. از انقلاب میگم اکسه خیلی بود. 4-5 سال پیشه. حالا یه عکس دیگه اینجا از شما میبینیم که بله. شزه میشدید در کنار آقای ایمت باده. بله. این عکس بله. اگه خود فیکس کنید نشون بله. میدید ببینندگان عزیز و شما توضیح بفرمایید. بله. این فیلم نامحرمه، دقیقا مال بالای 40 سال پیش، از 40 سال پیشه. چی شده که اینجا دارید پریدید؟ یه اکشن بودش، درگیری داشتیم، برخورد داشتیم که شما اینجا نقش منفی رو داشتید؟ بله. چه
میشه توضیح کوچولو در مورد این فیلم بدید که موضوعش کلاً چی بوده؟ این یه خانمی بود، دختر خانمی بودش که ملوسک به نقش بازی میکرد. خانم ملوسک؟ بله خانم ملوسک. قرار بود من ایشونو عقدتونم بگیرم. ایشونم عاشق آقای ایرج قادری بود. آقای قادری مونه میخواست طبق معمول مشخص که این وسط من چیکار میکنم. بله بزن بزن. یه فیلم یه عکس دیگه هم اینجا دیگه میگم عکس تو خیلی جالب. بله اینجا نمیدونم این مال فیلم کنیزه، مال آقای قدکشیانه، مال این تهیه اون جای فرح بخش بود. بله حسین فرح بخش بود. این مال چند سال پیشه؟ اینم تقریبا در حدود مال 31 دو سال پیشه. اینجا چه نقشی رو داشتید؟ جانم اینجا چه رولی و نقشی؟ نه مثلا این مال چیز نیستش، این یه بار دیگه نشون بده شما. این مال فیلم کنیزه، مثلا مال آقای فرح بخش نیستش. این مال اسکار فیلم بود. این فیلم اینجا بله. اسم فیلم کنیزه، کنیزه. چه نقشی رو داشتید اینجا؟ اینجا کنیزه داره. چه نقشی رو داشتید اینجا؟ اینجا هم طبعا طبق معمول دیگه یه خراب همیشه منفی. آقا بچه آقا بچه پیش باینده من واقعا چی میگن آن اسبا به تو شما بگم اصلا شما منفی نیستی، چهره شون انقدر نجدن میگم به آدم انرژی میده، بسیار بسیار مثبت. من نمیدونم این چه رولایی به شما میدادن، نه جدا با شما لج نبودن؟ نه نه اصلا من خودم دوست داشتم. ببینید البته بازم اونور قضیه میگم که هم بر خودخواهی نباشه. بله هم بر خودخواهی نباشه، بدونی که خب اگه منفی نباشه اصلا فیلم وجود نداره. آقا به من اگه نقش منفی بدید من بازی نمیکنم، نقش مثبت به من بدید. شما مثبت هستید اصلا. بله اصلا منفی اگه نباشه فیلمی به وجود نمیاد و منفی هم باید انقدر قدرت داشته باشه که مورد نفرت مردم قرار بگیره. حالا شدی حالا ما به درست تونستیم شاید این نقش رو ایفا کنیم. نه واقعا قشنگ ایفا میکنیم. من با عرض معذرت، من مثلا فیلم چشم انتظاری که دیده بودم اون زمان ها شما رو نمیشناختم. این موضوع مال مثلا 5 سال 4 سال پیش که شروع کاری من بود. اونجا من از شما خیلی لذت بردم. خوشحالم که من عصبانی بودید. نه واقعا، یعنی واقعا بیننده رو شما تحت تاثیر قرار میدادید که اون چیزی که میخواد بیننده به وجود بیاره شما واقعا به طور ماهرانه این کار رو انجام دادید. ظاهرا به ما اشاره میکنن که این یه برک دیگه داریم، نمیدونم اتاق فرمان چی دارن، ظاهرا تبلیغاتی بعد داشته باشیم که میریم میبینیم تبلیغاتو و بعد میگردیم. جایی نرید، در کنار آقای پیشوایان این هنرمند محبوب هستیم، میریم میبینیم و بعد میگردیم. دیدید که جلال پیشوایان چقدر در موقعی که مصاحبه می کرد بسیار خوش برخورد و خیلی متفاوت بود با اون شخصیت هایی که در فیلم هایی که قبلا بازی کرد. به هر حال جلال پیشوایان به عنوان یکی از هنرپیشه های خوب سینما در نقش های منفی کار کرد. 3 بار با مسعود کیمیایی در فیلم های ضیافت، حکم و جرم، در بعد از انقلاب هم کار کرد، بازی کرد و حتی در فیلم بی پولی ساخته ی حمید نعمت الله هم نقش کوتاهی بعد از انقلاب بازی کرد. جلال پیشوایان آخرین بار حدود 10 سال قبل جلوی دوربین رفت و طی 10 سال آخر عمرش که بیشتر در آلمان می‌گذشت اثر چندانی از او در سینمای ایران نبود. برخی منتقدان سینمایی با رسانه‌ها گاهی از او به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار سینمای قبل از انقلاب یاد می‌کردند و مصاحبه‌های از او گهگاهی منتشر می‌شد. ولی شما الان دیدید که مصاحبه از این بازیگر خوب که معمولاً مصاحبه‌های تصویری ایشان نداشت، حالا مصاحبه در روزنامه‌ها یا مجلات ازش هست و چاپ شده، اما این مصاحبه تصویری بود که بخش‌هایش رو من براتون گذاشتم. به هر حال یاد جلال پیشوایان گرامی است و همه اون رو در ذهن و خاطرات خودشون دارند و همیشه یادش هستند و ورقی از تاریخ سینما به اسم جلال پیشوایان است. با سپاس از شما، اگه دوست داشتید شیر کنید تا دیگران هم صحبت‌های جلال پیشوایان را بشنوند.